ره ما. خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست. رغم مدعیانی که من عشق کنم، جمال چهره تو حجت وجه ماست. به رغم مدعیانی که من عشق کنند، جمال چهره تو حجت موجه ماست. ببین که سیب زنخدان تو چه میگوید، هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست. اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد، گناه بخت پریشان و دست کوته ماست. اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد، گناه بخت پریشان دست کوته ماست. به حاجب در خلوت سرای خاص بگو، فلان ز گوشه نشینان خاک درگه ما. منازل قسمت اول، منزلگاه نخستین قادسیه. فرماندهان کاروان اسرای اهل بیت علیهم السلام پس از خروج از کوفه، مسیری را که در حاشیه رود فرات قرار داشت انتخاب کردند، چرا که شهرها و روستاها عمدتاً در کنار فرات قرار داشت و انتخاب این مسیر می توانست نیازهای کاروان از قبیل آب و علوفه برای مرکبها و غذای روزانه کاروانیان را برآورده کند. نخستین منزلی که قافله اسیران آل محمد علیهم السلام پس از خروج از کوفه در آن فرود آمد، منزلگاهی بود که در آن بقایای دیری از نصرانیان وجود داشت. در این منزل فرماندهان دستور دادند کاروان توقف کنه و سربازان اسرا رو از شترها پیاده کردند و در گوشه‌ای سکنا دادند. آن سوتر هم خود به استراحت و عیش و نوش پرداختند. پس از آن که از نوشیدن شراب سرشان گرم شد، سرهای مطهر رو از صندوق‌ها بیرون آوردند و با هلهله و شادی در میان بانگ نوشانوش دست به دست می‌گرفتند. آتلال زاده خیر البشر، نیمه شب کردن در بزمی مقر، آن جنایت پیشگان سر مست می، رأس نجل فاطمه بالای نه. مورخان نوشتند در این هنگام ناگهان همراه با صدایی مهی دستی از دیوار بیرون آمد و با قلمی آهنین در حالی که خون از آن میچکید بر دیوار نوشت: ناگهان دستی عیان شد با قلم بر روی دیوار، بیتی زد رقم با گناه
کشتن نزل بطول چون شفاعت خواهد آمد از رسول نیست آنان را به فردای حساب جز شرار قهر و فرمان عذاب. اترجو امتا قتلت حسینا شفاعة جده یوم الحساب فلا والله لیس لهم شفیع و هم یوم القیامة فی العذاب لقد قتل الحسین بحکم جور و خالف امرهم حکم الكتاب. یعنی آیا امتی که حسین را کشتند امیدوارند که در قیامت شفاعت جدش رسول خدا شامل حالشان شود؟ نه، هرگز چنین نخواهد شد و اینان در روز رستاخیز در عذاب الهی خواهند بود. اینان ظالمان حسین را کشتند و با قرآن به ستیز برخواستند. در برخی منابع تاریخی آمده است که با دیدن این صحنه مجلس عیش و نوش بر هم خورد و سربازان و فرماندهان با وحشت و اضطراب سرهای مطهر را در صندوق‌ها گذاشتند و به سرعت از آن منزل کوچ کردند. منزلگاه قادسیه دومین منزلی بود که کاروان اسرا در آن فرود آمد. قادسیه منطقه‌ای در 15 فرسنگی کوفه است که جنگ بین مسلمانان و یزدگرد سوم ساسانی در آنجا اتفاق افتاد. در منزل قادسیه کاروان فرود آمد. در منابع تاریخی آمده است که در این منزل غم و اندوه آنچنان بر دل ام کلثوم سلام الله علیها هجوم آورد که بی‌تابانه می‌گریست و با دلی پر درد این اشعار رو زمزمه می‌کرد: ماتت رجالی و افنت دهر و ساداتی و زادنی حسراتن بعد لو آتی سال اللعام علینا بعد ما علمو انا بنات رسول بالخدا یاتی یسیرونا علی الاقطاب عاریتن که اننا بینهم بعض الغنیماتی یعزز علیک رسول الله ما سنعو به اهل بیت که یا خیر البریاتی کفرتمو به رسول الله ویلکمو ایدیکمو من سلوکن فی الزلالاتی. یعنی مردان ما از دستمان رفتند و روزگار سرورانمان را از ما گرفت و دلهای ما را در آتش غم و اندوه سوزاند. مردمانی پست و فرو مایه در حالی که می دانستند ما دختران رسول خدا هستیم بر ما هجوم آوردند و اسیرمان کردند. آنگاه ما را بر شترهای بی جهاز نشاندند آنسان که گویی ما را به غنیمت گرفتند. آه ای رسول خدا، ای بهترین مردمان، با تو درباره اهل بیتت چه بی‌رحمانه رفتار کردند. وای بر شما ای گروه کافران، شمایان با آنچه مرتکب شدید به رسول خدا کافر گشته‌اید.
یه روز هرچی داشت ازش بگیرن، برا اون مادری که کربلا بود. همه مادران باید بمیرن، خودم دیدم احواره رو میبردن، خودم دیدم گوشواره رو میبردن، خودم دیدم رباب و بین بازار، خودم دیدم. ام کلثوم برای قامت خمت بمیرم، ام کلثوم کم اگه برا قمت بمیرم، ام کلثوم یا ام کلثوم، مظلوم مظلوم. از کوفه خیانت آمدند و به قادسیه تنهایی رسیدند. در آن وادی تنهایی، همان وادی که مسیحیان به قربت شهیدان کربلا و کاروان اسیران خاندان رسول خدا گریستند و ما در این وادی تنهایی غافل از قربت و اسارت ولی خداییم در زندان غیبت، بخوان دعای برای فرج را تا مبادا مسیحیان سبقت گرفته باشند خواستن و آمدن آن مسیح عالم را. زای بی تو چه غمگینه، 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 شبای بی تو چه سنگینه، 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 هرچی فراغ تو دلگیره، 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 خیال وصل تو شیرینه، شیرینه، شیرینه. یه روز میرسه که دامنت رو بگیرم، که دامنت رو بگیرم، خدا نکنه تو رو ندیده بمیرم، تو رو ندیده بمیرم، دوباره بستن یه قرون هوای تو کرده دلم، قدم رو چشمان بذار و بشین پای درد دلم. یا هوا ساله، انتظار تو دنیام، 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 رسیدن به تو رویام، رویام، رویام. تو شهرمون همه میدونن، میدونن، میدونن که زندگی مال آقامه، آقامه، آقامه. سفر یه روزی باید به آخر برسه، باید به آخر برسه. میترسم آقا که عمر من سر برسه، که عمر من سر برسه. هنوز دل عاشق تو اگه بیای جون میگیره، زمین آشفته ما دوباره سامون میگیره. یا هواساله،
یکی بیتابه 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 گهواره یکی بیخوابه 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 تو الغمه یکی گریونه 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 مشکمو دیگه بی آبه بی آبه بی آبه روبام میدونه چشم انتظاری چه بده چشم انتظاری چه بده بدون عمو بابا به خیمه اومده بابا به خیمه اومده وای علی لای لای